الهی کمال الهی تو راست، جمال جهان پادشاهی تو راست. عرض درود و احترام دارم خدمت شما مخاطبین گرامی. امروز در برنامه گردشگری صنعتی در خدمت شرکت کشت و دامداری فکا جناب آقای مهندس جمشید جلیل نجات هستیم. آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون. امروز در خدمت شما هستیم، ممنونیم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و میخوام خواهش بکنم که خودتون رو معرفی بفرمایید و شرکت کشت و دامداری فکا رو هم توضیح. منم خدمت شما و همه مخاطبین این برنامه سلام عرض میکنم. من جمشید جلیل نژاد، متولد 1340، فارغ التحصیل رشته دامپروری از دانشگاه تبریز هستم. شرکت سال 1353 توسط مرحوم کازرونی تأسیس شده و توسط سازمان تأمین اجتماعی خریداری شده. میشه گفت که الان در دهه پنجم فعالیتش هست و بنده هم حدود 30 سال هست که در این شرکت مشغول به کار هستم که 15 سالش رو در سمت مدیر عاملی این شرکت بودم. بسیار عالی، متشکرم. شرکت فکار رو اگر بخواییم توضیح بفرمایید که کسب و کارش در چه حوزه‌ای هست و چه محصولاتی رو تولید میکنه و به جامعه عرضه میکنه، خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشه. شرکت فکا بزرگترین تولید کننده شیر استان هست با روزانه بالغ بر 200 تن شیر خام که از 2 تا نژاد هولشتاین و جرسی این شیر رو تولید میکنه که در نوع خودش تقریبا میشه گفت که یکی از دامپروری های منحصر به فرد ایران است. این شرکت علاوه بر محصول تولید شیر خام، تولید جنین های آزمایشگاهی رو داره و همینطور تولید گوساله های نر برای واحد هایی که در زمینه تولید گوشت فعالیت میکنن و سالیانه تعداد بسیار کثیری تلیسه آبستن رو به بازارهای تقاضا و واحد هایی که جدید و تأسیس هستن ارائه میکنه. همینطور به هر حال توی زمینه فعالیت های زراعی بخش مهمی از فعالیتاش متمرکزه و اخیراً هم با احداث 40 هکتار باغ پسته زمینه فعالیت جدید رو داره که انشالله فکر میکنیم که برای چند سال آینده اون هم از محصولات جدید شرکت خواهد بود. جناب جلیل نژاد، از فرمایش شما من برداشتم این بود که شما خوراک اولیه شرکت های در واقع تولید لبنیات رو تهیه میکنید یا مخاطبینتون عموم مردم هستن؟ نه خیر، ما همونطور که فرمودید بیشتر مشتریان ما صنایع لبنی هستند که محصولاتشون رو در واقع. بسیار عالی. ویژگی مهمی که محصولات شرکت فکا داره در مقایسه با سایر حالا رقبا اگر در بازار حضور دارن یا سایر شرکت ها رو میخوام بی زحمت توضیح بدید و اون مزیت رقابتی که فکر میکنید محصول شما نسبت به سایرین داره. به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت میشه گفت که با سایر رقبا یه مقدار متفاوت هست. از نظر کمیت عرض کردم که بزرگترین تولید کننده استان هست و یکی از کم نظیر ترین کمیت های تولیدی هست که در کشور عرضه میشه. شرکت به دلیل فعالیت های دانش بنیانش در واقع میشه گفت که یکی از بارزترین ویژگی های یه شرکت دامپروری هست. این شرکت در زمینه تولید جنین های آزمایشگاهی که سالیانه حدود 2000 قطعه جنین رو تولید میکنه و تولید انبوه داره و همینطور سابقه صادراتی که به کشورهای دیگه از منظر در واقع فرآورده های ژنتیکی داشته میشه گفت که یکی از ویژگی های بارز اون هست و علاوه بر اون از ابتدای امسال با وارد کردن تعداد 400 رس تلیسه آبستن از کشور دانمارک از نوع نژاد جرسی وارد در واقع تولید یه محصول جدیدی شد که برای بازارهای مصرف تو استان اصفهان فکر میکنیم که در 2 ماه آینده این محصولات جدیدی که وارد بازار بشه خودش میتونه در واقع وجهه در واقع ممیزه با بقیه شرکت ها باشه. علاوه بر اون با توجه به تولید نتاج خیلی زیادی که داشته، همزمان الان شرکت در 4 منطقه با سرمایه گذاری بالغ بر 1000 میلیارد تومان
توی استانهای مختلف از آذربایجان غربی، زنجان و همدان مجموعه های جدیدی رو از مرحله مطالعه همزمان با احداث و بهره برداری مد نظرش هست و همین الان حدود 400 رس دام رو با انتقالش به استان آذربایجان غربی پلدشت ماکو عملیات در واقع تکمیل پروژه رو در حین بهره برداری داره انجام میده. بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. آیا در زمینه این صادرات هم فعالیتی دارید آقای مهندس یا خیر؟ در سالهای اخیر با توجه به ممنوعیت صادرات دام و محصولات لبنی نخه، ولی ما تقریبا میشه گفت که تو طول سالیان گذشته سابقه صادراتی رو داشتیم، از صادرات شیر خام به کشور امارات، از صادرات تلیسه آبستن به ارمنستان و افغانستان، از صادرات جنین به کشور آذربایجان، از مجموعه فعالیت‌های صادراتمون بوده. میخوام نظر شما رو بدونم، عنوان یک متخصص در این حوزه فکر میکنید که کشور ما پتانسیل فعالیت و صادرات این گونه از محصولات رو داره؟ و اگر داره به نظر شما استانداردهای بین‌المللی رو ما داریم در این حوزه یا خیر؟ 100% این پتانسیل رو داره، چون کشور ما به لحاظ توانایی و تعداد نیروهای متخصصش و کیفیت نیروهای متخصصش یکی از در واقع کشورهایی هست که میتونه حتی صادرات دانش فنی و خدمات تخصصی داشته باشه. ما برآوردمون اینه که ما به راحتی توی صنعت پرورش گاو شیری میتونیم تا 3 میلیارد دلار در سال صادرات محصولات داشته باشیم. و اگه قرار باشه واقعا با اتفاقاتی که داره برای خود صنعت نفت میفته و دگرگونی هایی که به هر حال توی سیاست گذاری های خارجی مباحث مختلفی رو که ما امروز شاهدش هستیم درش قرار داریم، به اعتقاد ما میشه روی صنعت دامپروری کشور در واقع با یه مقدار تمرکز به یه مسیت هایی که تا دیروز وجود نداشته به هر حال بهش دست پیدا کنیم. به هر حال مزیت نسبی که کشورهای ما امروز دارن میگیم نفت هست، تو 100 سال گذشته این نبوده و این مزیت آفریده شده. میشه واقعا تو صنایع گوناگون از جمله صنعت پرورش گاو شیری به یه همچین مزیت هایی دست پیدا کرد. متشکرم. چیزی که به ذهنم میرسه اینه که فکر میکنم کشاورزی و دامپروری با اینکه رکن خیلی اساسی در یک کشور یک جامعه است، شاید در کشور ما یه مقداری مظلوم واقع شده. آیا این بینشی که در جامعه نسبت به این قضیه هست درسته یا نه؟ شما به عنوان یک متخصص بفرمایید. و آیا اینکه فکر میکنید چه زیرساخت هایی ما باید داشته باشیم که به سمت اون ایدئالی که شما میفرمایید برای صادرات برسیم؟ به هر حال یه همنوایی و همدلی از مجموعه فعالینی که توی بخش تولید کار میکنن تا ساختارهایی که حمایت کننده هستن یا نقش حاکمیتی دارن مثل به هر حال قانونگذار میتونه توی این قضیه خیلی نقش داشته باشه. ما کمیسیون کشاورزی مجلسمون بین 23 تا 24 نفر اگر اشتباه نکنم عضو داره و اگر ما بتونیم توی بخش کمیسیون کشاورزی، من فکر میکنم متاسفانه ما متخصصینی که تو این حوزه داریم و از نماینده‌های مجلس هستن توی یک کمیسیون‌های دیگه ممکنه غیر از کمیسیون کشاورزی باشه و اگر اینها توی همین حوزه متمرکز می‌شدن توی کمیسیون کشاورزی مجلس، ما می‌تونستیم بستر قانونی خوبی رو برای رشد این صنعت داشته باشیم. ضمن اینکه متولی سیاست‌گذاری‌های کشاورزی و دامپروری وقتی وزارت اجهاد سازندگی که یه وزارت تولیدی هست نقش ایفا میکنه، معذرت میخوام، بخشی از این وظایف وقتی به یه وزارت دیگه، حالا تو وزارت سمت و بخش بازرگانی وزارت سمت محول میشه، طبیعیه که خیلی اون دریافت تخصصی و ماهرانه ای رو از این نمیتونه داشته باشه. اینها یه مقدار اگر درست مچ بشه و درست سازماندهی بشه، من فکر میکنم که یه مقدار از این محجوری میتونه بیرون بیاد. بسیار عالی، متشکرم از توضیحات کاملتون. امیدواریم که مسئولین محترم توجه بکنن به این بخش بسیار مهم در جامعه و در کشورمون و در اقتصادمون و حتما رو به تعالی هرچه بیشتر به این بخش. آقای مهندس، مهمترین تجربه‌ای که در این دوران کارآفرینی و کسب و کاری که در فکا مشغول هستید دارید رو با دوستانمون به اشتراک بگذارید.
من فکر میکنم که هر روزش واقعا تجربه خاص خودش رو داره. ایستادگی بر سر اون اعتقاداتی که ما داریم و پیدا کردن نیروهایی که بتونن در واقع در راه توسعه و تولید پا بر جا و با قدم محکم بیان، این کلیدی ترین کاریه که میشه انجام داد. این ایستادگی رو به نظر من نقطه محوریه. بسیار عالی. توی این چند ماه گذشته که بیماری کرونا حادث شده و حالا گرفتاری های زیادی رو برای کسب و کارهای استانمون رقم زده، گرچه در کشور هم خب این تأثیر نبوده خیلی، اون چالشی که شما در این چند ماه گذشته باش دست و پنجه نرم کردید و تونستین برش فائق بیارید و راه فائق اومدنش رو میخوام برای دوستان و مخاطبین ما توضیح بفرمایید که بتونن استفاده بکنن. و سوال بعدمون اینه که آیا شما تعدیل نیرو هم در این دوران داشتید یا خیر؟ ما به اون چیزی که فکر میکنیم یه توسعه پی در پیه و فکر میکنیم که تو این توسعه پی در پی اساسا تعدیل نیرو به عنوان یه هدف برای بنگاه کسب و کار، من فکر میکنم بنیان برافکنه. و ما موقعی که بتونیم به کسب و کار با یه نگاه ویژه نگاه کنیم، خود به خود اشتغال هم به وجود میاد. یعنی هدف رو نباید اشتغال بذاریم، هدف رو اگر بذاریم رونق کسب و کار و توسعه کسب و کار، قطعا توش اشتغال در واقع حل و فصل میشه. توی مباحث کرونایی به هر حال اون پروتکل های عمومی که تو جامعه بوده و هم سعی کردیم که بر اون پروتکل ها به هر حال پافشاری کنیم، به هر حال تمام این هدف هر سرمایه گذاری، هدف هر تولیدی انسانه و اگر اون انسان مرکز و محور اون توسعه نباشه، به اعتقاد ما نگاه یک سویه و یک جانبه میتونه آسیب رسان باشه. نگاه به سلامتی افراد به هر حال تا اونجایی که میشه، ما توی مجموعهمون در هر هفته 3 روز پزشک آوردیم که مدام در واقع سلامتی پرسنلمون رو بتونه در واقع رصد بکنه. استفاده از پروتکل‌های بهداشتی، تدبیری‌ها، ارتباط نزدیک با مراکز بهداشتی که توی به هر حال نزدیکی شرکت قرار دارن و به یه شکلی بتونیم حتی توی نشریات و بولتن‌های داخلی سازمان این موضوع رو بولد کنیم که پرسنل ما همین روحیه رو بتونن در واقع به خانواده‌ها منتقل بکنن، به یه شکلی در واقع یه گوشه از رسالت اجتماعی که سازمان داره رو سعی کردیم حالا رعایت کرده باشیم. خیلی عالی، متشکرم. انشالله که شما در این چند ماه با چالش‌های اقتصادی خاصی مواجه نشده انشالله شرکت. اگر که مواجه شده میخوام به اون مسیر برگردیم که اگر فکر میکنید که لازمه اینجا از دوستان و مدیران محترم کل در استان تقاضای مساعدتی بکنیم، راهگشایی بکنیم، اگر فکر میکنید موردی هست که میشه از اینجا مطرح کرد باهاشون، در مخصوصا در این یک سال گذشته رو بفرمایید که مطرح بشه. ما بخش در واقع مهم قیمت تمام شدهمون نهادها و مواد اولیه است. 3 قلم از این نهاد اولیه مواد وارداتی هست: کنجاله سویا، ذرت و جو. ما با 2 تا چالش خارجی و داخلی روبرو هستیم. خب چالش خارجیش بحث تأمین ارزه که اعتقاد ما اینه اگر بتونن به شکل در واقع با بررسی مصرف بازارهای داخل زمینه صادرات تولید مازاد رو ما بتونیم برآورده کنیم، این در واقع یه منبعی هست برای تأمین ارز. و بخش دومش که خیلی مهمتر از اون بخش اولی هست، توزیع عادلانه و شفاف این از در واقع با توجه به ظرفیت و پتانسیل تولیدی که استانها دارن، از مرکز به استانها و داخل استانها، اینه که یه برها شفافیت و یه نگاه عادلانه‌ای بر توزیع داشته باشن. هر دوتای این زمینه به اعتقاد ما قابل حل هست. موضوع اون بحث اولش که بحث تأمین ارز هست مشکل هست ولی قابل حل، بخش دومش به راحتی خیلی راحت‌تر از اون قابل حل و فصل است. سپاسگزارم. جناب جلیل نژاد، اگر به سال‌های گذشته، سال‌هایی که فرمودید
مشغول به فعالیت شدین در همین شرکت یا در این صنعت، بذار اینطوری مطرح بکنیم که در حوزه کشت و دام، بله، آیا باز هم همین رشته و همین حوزه فعالیت رو انتخاب خواهید کرد یا نه عوض خواهید کرد حوزه فعالیت؟ انتخابش میکردم، خیلی عمیق‌ترم انتخابش میکردم. چرا؟ توضیح بفرمایید. خب ببینید، خیلی چیزا برای انسان توی سنی آرزوه، بعد توی مقطعی دیگه میشه حسرت. شما ممکنه به عنوان یه جوان ورزشکار توی سنین جوانی رفتن به دماوند براتون آرزو باشه، ولی یه سن دیگه میشه حسرت. اینه که ما حتما این که به این مسائل با یه نگاه جدیدتر، عمیق‌تر، با یه پیوندهای بیشتری باش علقه برقرار میکردیم، شاید میشه گفت که دستاوردهای خیلی بهتر و بیشتری باشه. خیلی عالی، ممنونم. افق 10 سال آینده خودتون و شرکت رو کجا میبینید؟ میخوام ببینم 10 سال آینده جناب آقای مهندس جلیل نژاد و شرکت فکا رو کجا در واقع تصور میکنید؟ عطار یه شعری داره، میگه که تو پای به راه در نه، هیچ مپرس، خود را بگویدت که چون باید رفت. من فکر میکنم که ما همیشه بایستی پا تو راه بذاریم، اون هدفه، و اگه درست راه انتخاب کرده باشیم، نه یه هدف بلکه اهداف خیلی زیادی رو میتونیم ببینیم. خیلی مهمه ببینیم که 10 سال پیش کجا بودیم، الان کجا هستیم، بعد اونطوری میشه یه هدف گذاری کرد. نگاه به الگوهای موفق، پیدا کردن آدم‌های خلاق و مدرن، حالا الزاماً نه میخوام بگم تو چه بازه سنی، اونایی که میل به رشد دارن، پویایی دارن، و آسیب شناسی دقیق از این موقعیتی که هست، میتونه در واقع یه راه حداقل قابل قبولی رو برای ما ترسیم بکنه. این بحث فعال مدرنیزاسیون، تکنولوژی، دستیابی به محصولات در واقع فراسودمند، ابتکار، نوآوری، همه اینها هر روز واقعا با یه چالشی مواجه هست. من فکر میکنم که اگر راه و درست انتخاب کرده باشیم، قطعا 10 سال آینده چشم‌انداز خیلی قشنگی رو خواهیم داشت. انشاءالله ما هم امیدواریم که شما هر روز در بیشتر از قبل در مسیر موفقیت قرار داشته باشید و به اون سرمنزل خواسته هایی که تدوین کردید برسید. آقای مهندس، میدونم حتما قطعا اهل مطالعه هستید. اون آخرین کتابی که یا کتاب‌هایی که دوست دارید به دوستان ما معرفی بکنید که منو استفاده بکنن در حوزه کسب و کار، رو یکی دوتا شروع فهم به اشتراک بگذارید. من آخرین کتابی که خوندم تکنوکراسی و سیاست‌گذاری اقتصادی بوده، مال آقای نیازمند، ولی این الزاما به معنای تایید تمام دیدگاه‌های ایشون نیست، بلکه برای الهام‌گیری بوده. ضمن این که بسیار علاقمند بودم به تاریخ جدید ایران و مرتب این تاریخ رو به هر حال داریم بهش نگاه میکنیم. ما حدود 100 سال پیش با کالسکه وارد این قرن شدیم، الان با موشک داریم ازش گذر میکنیم. طبیعتا اتفاقات خیلی زیادی افتاده، به خصوص برای تولید و برای صنعت، و امیدواریم که روز به روز اتفاقات بهتر و قشنگتری برای تولید و صنعت بیفته. متشکرم از این پیشنهاد خیلی خوبی که دوست دارید به دوستان. یک سوال دیگه هم به ذهنم رسید که گفتم شاید با شما در میون بذاریم. توی محافلی که بحث‌های اقتصادی انجام میشه، میگن تفکیک کنیم تولیدات رو برای استان‌ها. آیا نظر شما این هست که اصفهان اون قابلیت و استعداد کشت رو، صنعت و دامداری با توجه به این مشکلات بیابی که داره دارد، یا به نظر میرسه که شاید بهتره مثل شما سرمایه گذاری برای تامین این داستان‌ها در استان‌های دیگری انجام بشه؟ نظر شما چیه؟ ما اصفهان رو با هنرهای مختلفی میشناسیم دیگه، منبتکاری، نمیدونم صنایع دستیش، آثار باستانیش. میخوام بگم که تولید شیر هم یکی از هنرهای این استانه، بزرگترین تولید کننده شیر کشور هست، و میشه گفت که یکی از قطبهای تولید دانش هست.
چرا؟ بالاخره هر استانی پتانسیلی رو به لحاظ آمایش سرزمین داره و به نظر میرسه صنعت ما توی جایی که از 150 تا 350 میلیمتر بارندگی داشته باشن میتونه خوب پتانسیل رشد داشته باشن، ولی فقط اقلیم نیست، نیروی انسانی خیلی مهم، پذیرش مسئولین منطقه مهم، مجموعه اینا باید باشه تا به عنوان یه تیم بگیم که یه چیزی متولد شد. بسیار عالی، بسیار عالی. ما اصفهان بزرگ رو خیلی دوست داریم و میدونیم پتانسیل های خیلی خوب و توانایی های خیلی خوبی درش نهفته است. امیدواریم که مثل سال های گذشته مدیران کارکشتمون، مدیران جدیدمون استعداد رو کشف بکنن و در راستای تعالی این شهر و استان هرچه بیشتر تلاش بکنن و اون جایگاهی که شایسته مردم اصفهان هست برسیم از نظر صنعت و اقتصاد و شرایط رفاهی جامعه. آقای مهندس جلیل نژاد، یه توصیه ای بفرمایید که کسانی که میخوان وارد این رشته بشن، آیا توصیه میکنید برای سرمایه گذاری یا برای جوانانی که دنبال احداث کسب و کارهای جدید هستن و میخوان وارد حوزه در واقع کشت و دام بشن یا خیر؟ یعنی توصیهتون چیه که بهشون در واقع هدیه بدیم این توصیه رو؟ ببینید، برای سرمایه گذاری قطعاً ارکان مختلفی رو شما بایستی کنار همدیگه بچینید. یکیش بالاخره تخصص این مسیر هست، یکی تجربه و مهارتش هست، یکی اعتماد و ارتباطاتی که بالاخره توی این صنعت فرق نمی کنه. تو هر سرمایه گذاری بایستی شما بتونید فراهم کنید. و اگر فرادا یکی بخواد امروز همین الان وارد این قضیه بشه، طبیعیه که فرض کنید توی این قضیه مهارت‌های بازرگانی میخواد، مهارت‌های مالی میخواد، کشاورزی میخواد، دامپزشکی میخواد، مجموعه اینها رو بایستی دقیق بتونه در واقع بررسی بکنه با در واقع جستجوی این ابزار میتونه توی این صنعت بیاد و موفق باشه. ولی اگر یه مقدار نامتوازن باشه، یعنی این رشد، این سرمایه گذاری موضوع نباشه، قطعا نمیتونه پایدارم باشه. و بد نیست که واقعا حالا ما داریم اینجا تجربه یه واحد موفق رو بررسی میکنیم. اگر بتونیم، میتونستیم ما در کنار همین تجربه های ناموفق هم مطالعه میکردیم، شاید اون موقع میشد خیلی راحت تر این جواب سوال شما رو. خیلی عمالی، سپاسگزارم از پاسختون. راه های ارتباطی با شما چیه جناب آقای مهندس؟ اگر که مخاطبین ما بخوام با شما مشورتی بکنن، دسترسی داشته باشن و در واقع بتونن از تجربیات شما استفاده بکنن، چه راه های ارتباطی میتونن به شما دسترسی داشته باشن؟ حالا چیزی که زیاده وقته حضوری از حضور که ایمیل، تلفن، سایت شرکت، کانال اینستاگرامی شرکت، عرض به حضور که کانال تلگرامی شرکت، اینا به حال امروز دیگه هر بنگاه کسب و کار یا هر به حال واحد فعالی دیگه از این ابزارهای متداول و مرسوم داره، ما در خدمتشون هستیم. خیلی عالی، متشکرم از وقتی که امروز در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که مخاطبین ما لذت برده باشن، استفاده وافی و کافی رو برده باشن از بیانات حضرت عالی. و اگه موافق باشیم ما هم دیگه بریم که محیط کارخونه و خطای تولید و در واقع قسمت‌های مختلف رو با هم ببینیم. حتما خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم. امیدواریم که به هر حال بازدید خوبی باشه و همینطور همکاران دیگه ما، همکاران جوان ما هم فرصتی داشته باشن تا مجموعه اون چالش هاشون و مسائلشون یا معرفی شرکت رو بتونن حضور همکارا معرفی کنن. سپاس. خیلی ممنون و متشکرم.
خب دوستان عزیز، امیدوارم که تا این جای برنامه خسته نشده باشیم و استفاده وافی رو کافی رو برده باشید از بازدید که از شرکت فکا داشتیم و در خدمت دوستان عزیزمون از شرکت فکا هستیم. بخش پرسش و پاسخ رو با عزیزان شروع خواهیم کرد. خیلی خوش اومدین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر میما صادقی، عضو هیئت مدیره شرکت فکا، آقای مهندس علیرضا شفیعی که خدمتشون بودیم در خط تولید، و آقای دکتر نیما نادری از بخش تحقیق و توسعه شرکت در خدمتشون هستیم. خیلی خوش اومدید دوستان. عزیزان ما چند تا سوال پرسیدن در حین برنامه و من با اجازتون ایراد میکنم خدمتتون پاسخش رو بفرمایید. فکر میکنم که سوال اول و دوم برای آقای شفیعی باشن. جناب مهندس شفیعی، استراتژی اصلاح انرژی شما در شرکت فکا چی هست؟ در واقع تو شرکت استراتژی اصلاح انرژی ما بیس تو بیس بوده، به این شکل که ما دنبال این بودیم که بهترین دام‌های ماده رو از بهترین ژنتیک گله تولید کنیم برای بحث جایگزینی توی گله. برای این کار ما گله رو آنالیز کردیم، این با ما رتبه‌بندی شدن گله رو به دو قسمت، در واقع بخش اقتصادی گله و این بخش ژنتیکی گله یا الیت گله که هدفش تولید محصولات ژنتیکی از تقسیم بندی کردیم. ما تو اون بخش الیتمون ارزیابی که می‌کردیم سلامت گذشته امکانی رو داشتیم که برای اینکه صحت ارزیابیمون رو بالاتر ببریم این دام‌ها رو تست ژنومیک می‌کردیم. بر اساس تست ژنومیک با ریالیتی که حدود 60% دام‌های تاپ انتخاب می‌شدن، به واحد IVF منتقل می‌شدن برای بحث تولید جنین که ما حالا گوساله‌های این جنین‌ها میشد یا بحث تولید دام‌های در واقع اصلاح نژادی، حالا یا بحث گوساله‌های ممتاز که به ایستگاه‌های تولید اسپرم تحویل داده میشد، فروخته میشد یا به صورت مشارکتی باشون کار میشد، یا اینکه دام‌های ماده میشدن که مجدد اونا میمونن تو چرخه تولید جنین. ما برای اینکه در واقع اون تعداد جمعیت ماده مورد نیاز هر ساله رو تولید کنیم، از اسپرمای سکس شده، تعیین جنسیت شده، ماده‌زا استفاده می‌کنیم، به طوری که توی 6 ماه اول امسال ما نسبت ماده‌زایی تو گله‌مون 66% بوده. خب می‌دونیم به طور طبیعی نسبت 47% گوساله ماده، 53% گوساله نره. ما رشد گله رو اینجوری تعمیم می‌کردیم. از اون ور اون قسمت کامرشیال گله رو که فقط بحث تولید شیر رو از اینا داشتیم، می‌اومدیم روی نژادهای در واقع روی کراس برید با اینا کار می‌کردیم با هدف ترمینال کراس، گوسالایی که اینجا تولید می‌شدن با توجه به اینکه نژادهای گوشتی و بیف دیری در واقع استفاده می‌شده، تولید گوشت بالا، شرایط خیلی بهتر، مطلوب‌تر برای بحث پرورمندی و اینا از گله حذف می‌شدن. این استراتژی کلی حالا بله بسیار عالی، سپاسگزارم و خسته نباشید. هم میگم که امروز به شما خیلی زحمت دادیم و فضای کار کنه. آقای دکتر نادری، لزوم وجود واحدهای تحقیق و توسعه رو در صنعت حالا گاوداری و دامپروری بفرمایید؟ عرض سلام دارم خدمت تمامی همراهان گرامی، ممنون که این بازدید رو با ما بودن. به هر حال ما توی یک صنعتی داریم کار میکنیم که یک بنگاه اقتصادی هست و با یک موجود زندهی طرف هستیم که سالها از لحاظ ژنتیکی روی اون کار شده، بهبود شرایط مدیریتی و بهبود دانش تغذیه متخصصین تغذیه باعث شده که تولید شیر دامها روز به روز افزایش پیدا کنه. یه زمانی 30 سال پیش توی این شهر گاوای هولشتاین 15 لیتر 17 لیتر شیر میدادن. الان ما گاوای سوپری داریم که به صورت میانگین توی گله های خیلی خوب این شهر دارن 40-42 لیتر شیر میدن. خب این دام ها احتیاجات بسیار متفاوتی دارند، چه از لحاظ تغذیه، چه از لحاظ جایگاه نگهداری، چه از لحاظ تجهیزات نگهداری، سیستم های شیردوشی، سیستم های خوراکدهی. خب در دنیا و در غرب خیلی داره روی این صنعت کار میشه و روزانه مقالات بسیار زیادی توی زمینه های مختلف در رابطه با گاو شیری داره ارائه میشه. ما اگر بخوایم پیشرفت داشته باشیم و حالا گله های خودمون رو بزرگ بکنیم، تولیدهای بهتری داشته باشیم، قطعاً باید از مطالعات و تحقیقات جدیدی که چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور انجام میشه استفاده بکنیم و نتایج اونها رو بتونیم داخل فارم خودمون
ازش استفاده بکنیم. اگر گاوداری بخش تحقیق و توسعه‌ای نداشته باشه نمیتونه پیشرفت بکنه و نمیتونه به روز باقی بمونه. سپاسگزارم از توضیحاتتون. خواهش می‌کنم. جناب آقای دکتر صادقی، مزایای انتقال جنین و روش‌های اجرایی آن در شرکت فکا و کلیه توضیح در این مورد بفرمایید. دوستان سوال فرمودن، ابهامشون رفت بشه. عرض سلام دارم خدمتتون. عرض به خدمت، مهمترین کاربرد انتقال جنین در زمینه اصلاح نژاد هست و پیشرفت ژنتیکی که ما میتونیم به دنبال استفاده از این تکنیک شاهد اون باشیم. در زمینه انتقال جنین، خب ما یک جنینی رو منتقل میکنیم به یک گاوه گیرنده که این کل ریخته ژنتیکیش در بیرون از بدن اون گاوه گیرنده شکل گرفته و 50% ژن‌های مادری و 50% ژن‌های پدری از دام‌هایی میتونن تهیه بشن که از نظر ژنتیکی خیلی برتر هستن و از کیفیت ژنی بسیار بالایی برخوردار هستن. به همین دلیل این امکان وجود داره که با استفاده از تکنیک انتقال جنین بتونیم سرعت پیشرفت ژنتیک رو به صورت چشمگیر بهبود ببخشیم و در واقع فاصله بین نسل‌ها رو به شکل بسیار فاحشی کاهش بدیم. در مورد شکل و نحوه انتقال جنین، خب دو تا روش اصلی وجود داره. یکی روش قدیمی تر یا همون سوپر اوولیشن و شستشوی رحم و جمع‌آوری رحم، و روش دیگر روش IVF هست یا لقاح در محیط آزمایشگاه که در شرکت فکا از روش دوم یا همون IVF بیشتر استفاده میشه. سپاسگزارم از شما. جناب شفیعی، فکر میکنم این سوال هم در موضوع تخصص شما باشه. چرا جرسی رو انتخاب کردید بین این همه نژاد که وجود داره و آیا تحقیقاتی در مورد نژادهای دیگر انجام شده یا خیر؟ ببینید، بحث تغییر ذائقه مشتری از یک طرف که الان یه بخشی از مشتری مصرف لبنیات و شیر خام می توی کشور دنبال محصول با کیفیت تره و همین که به عنوان تولید کننده محصول شیر که حالا تک محصولی ما بودیم دنبال این بودیم که همون بخش نیاز مشتری رو پاسخ بدیم، همین که این فلکسیبل تر باشیم، محصولات متنوع‌تری داشته باشیم، دنبال این بودیم که یه نژاد جدید وارد بکنیم که حالا تو نژادهایی که بودن ما برای اول که کنار موازی با مطالعاتی که باید تحقیق و توسعه انجام میدم و برای بحث تجربه کاری و همین که تولید جمعیت پایلوت اقدام به وارد کردن جنین از نژادهای مختلف کردیم. ما نژاد جرسی، ایرشایر، فلکویر رو جنین وارد کردیم. مثلا کراسای مونتبلیارد خیلی توصیه میشد، اینا رو توی شرکت تولید کردیم و عرض کردم اون بخش نژادهای گوشتی هم که به عنوان بیفتری داشت استفاده میشد. کنار همه اینا موازی و مطالعات بخش تحقیق و توسعه بود، نهایتا نژاد جرسی انتخاب شد. این دام با اقلیم اصفهان بسیار سازگارتره، وابستگیش به اقلام کنسانتری خیلی کمتره، کار کردن باش در واقع میتونم بگم خیلی ساده تره و نهایتا محصولی که داره تولید میکنه از نظر کامپوننت، از نظر مواد مغذی بسیار متفاوت‌تر از شیر هولشتاین، متقاضی‌های خاص خودشو داره و خیلی ما که خیلی ازش جواب گرفتیم. حالا به نظرم که نژاد مطلوبی است. بسیار متشکرم. آقای دکتر نادری، میدونیم که خب یه ذهنیتی وجود داره که دام هر غذایی میتونه بخوره و مصرف بکنه. میخوام اون اهمیتی که تغذیه دام در صنعت دام پروری و کشاورزی مدرن داره توضیح بفرمایید و بفرمایید که در شرکت فکا در این زمینه چه برنامه‌ریزی داره انجام میشه. بله، خدمت شما که عرض بکنم، بله خیلی ها فکر میکنن حالا دام که دام فرق نمیکنه چه خوراکی بخوره، ولی واقعیتی که هست ما امروزه با دام‌های طرفیم که عرض کردم خدمتون از لحاظ ژنتیکی بسیار پیشرفت کردن و تولید بسیار بالایی از شیر رو در روز دارن. در نتیجه نیازهاشون خیلی متفاوت هست و بعضن خیلی ما روزانه میایم و نیازهای تغذیهشون رو میسنجیم و برای اونها جیره فرموله میکنیم. از طرفی میدونیم که نشخوار کنندگان واقعا موجودات خارق‌العاده‌ای هستن. حالا ما با گاو شیری داریم کار میکنیم. این حیوانات توانایی تبدیل یک سری خوراک‌های خشبی و علوفه‌ای رو به یک خوراکی با کیفیت مثل شیر دارن. و این اتفاق توی شکمبه اونها داره میفته. یعنی اونها یک معده چند قسمتی دارن، شکمبه یکی یک جمعیت میکروبی درون اون هست که 60 تا 80% از انرژی که برای دام تامین میشه از توی این شکمبه است.
پس ما علاوه بر خود دام باید مواظب به این جمعیت میکروبی هم باشیم. وقتی میخوایم جیره‌ای برای دام بنویسیم و دام رو تغذیه بکنیم، باید خیلی مواظب باشیم که این جمعیت میکروبی دستخوش تغییرات نشه، که اگر این اتفاق بیفته هم سلامت دام و هم تولید دام میتونه به خطر بیفته. برای این همین ما یه چالشی داریم بین این که بتونیم این میکروبا رو خوب حفظ بکنیم و این که بتونیم یک انرژی زیادی از اونا بگیریم. خب الان روش‌های تغذیه بسیار پیشرفته‌ای رایج شده توی دنیا که من میتونم بگم در کشت و دامداری فکاپ بروزترین ماشین‌آلات و بروزترین روش‌ها برای تغذیه و خوراکدهی دام‌ها داره استفاده میشه. از کارخانه کنسانت سازی که بسیار بروز و مجهز هست تا ماشین فیدر میکسر که خوراک رو توی اون میسازن و به صورت TMR یک جیره کاملا مخلوط در اختیار دام‌ها قرار میدن. سپاسگزارم. عزیزی پرسیدن که آیا شیره تولیدی از نظر قیمتی جدا از درصد چربی بالاتری که داره گرون‌تر از نژاد هولشتاین به فروش نمیرسه یا میرسه؟ این رو مردم از عزیزان میدونن، توضیح بفرمایید. منظورشون نژاد جرسی هست؟ بله، شیره جرسی. به خاطر ترکیبات خاصی که وجود داره توی شیر نژاد جرسی قطعا قیمت بالاتر هست و صرفاً از دید چربی و پروتئین به این شیر نگاه نمیشه. ترکیبات مغذی دیگری هم توی این شیر وجود داره که باعث میشه قیمتش متفاوت باشه از شیر هولشتاین و بله گرونتر هست این شیر. بسیار عالی. سوال بعدی که مطرح شده اینه که آیا مکمل‌های غذایی دام تولید داخل کشورن یا واردات دارن انجام میشه؟ بحث مکمل ها اگه ویتامین ها و مواد معدنی باشه که خب ریزمغذیات تماما وارداتی هستن و در ایران خب میکس میشن که توی مجموعه ما مکمل ها خودشون میکس میشن. بسیار عالی. از نظر عمل کردی پرسیدن عزیزی که آیا به طور کلی از نظر عمل کردی در این حوزه راضی هستید یا خیر؟ فکر میکنم حالا یاد دوستان خودشون عملکرد تولید منظورشون هست دیگه. از عملکرد تولیدی و تجاری خود شرکت و صنعت یا رضایت کافی وجود داره؟ ببینید با توجه به وضعیت اقتصادی که الان حاکم هست بر جامعه، من فکر میکنم صنعت دامپروری از معدود صنعتهایی که توجیه پذیر هست و هنوز بازده اقتصادی داره، هرچند که مشکلات و مسائل خیلی زیاد هست، بعضی وقتا واقعا به لب پرتگاه میرسه، اما خب به هر حال چرخش داره میچرخه دیگه، نسبتا بد نیست. بسیار عالی. دوست دیگری پرسیدن که در مورد صادرات شرکت و مسائلی که در صادرات وجود داره توضیح بفرمایید. با توجه اینکه خب مدیر محترم شرکت فوکا در مصاحبهشون توضیحات لازم رو دادن که چه موانعی وجود داره، ولی خواهش میکنم که شما به عنوان عضو هیئت مدیره بفرمایید که در صادرات شرکت چه برنامه‌ای وجود داشته در قبل و آیا در زمان کنونی امکان صادرات وجود دارد یا خیر؟ ببینید مدیریت مجموعه تمام تلاششون و جهت‌دهی به مسائل در راستای اهداف صادراتی بوده. خب ما برای اولین بار در کشور تونستیم محصول ژنی جنین رو صادر بکنیم به کشور آذربایجان. صادرات گاو بوده، صادرات شیر بوده، تلیسه بوده، ولی خب متاسفانه این سال گذشته به خاطر مسائلی که وجود داشت در زمینه نقل و انتقال پول و نقدینگی خب اینا محقق نشد، ولی پتانسیلش و امکانش فراهم هست و هر زمان که مسیر هموار بشه امکان این صادرات وجود داره. سپاسگزارم. عزیز دیگری پرسیدن که شیر جرسی رو آیا در فروشگاه کشور ما عرضه میشه؟ چطور میتونن تهیه بکنن و چجوری میتونن دسترسی داشته باشن؟ آیا مخاطب این تولیدات اصلا عموم هستن یا صنایع خاصی هستن؟ با توجه که ما تولید کننده شیر خام هستیم و بحث فراوری و پروسس این توسط کارخانه‌های لبنیات تولید انجام میشه، ما شیر رو به کارخانه‌های لبنیات میدیم مستقیما. حالا اینکه با چه برندی وارد بازار بشه اون دیگه کارخانه‌های لبنی هستن که تقریبا بازاریابی کنن و امکان ایجاد کنن. بسیار عالی. آقای دکتر نادری در حوزه تحقیق و توسعه میدونیم که خب کشاورزی و دامپروری جزو اساسی ترین بنیادهایی که اقتصاد کشور، عنوان واحد تحقیق و توسعه آیا به سمت
پتانسیل ها و ایجاد پتانسیل های مدرنیزاسیون و مدرنیته کردن این صنعت ما در کشور پیش رفتیم یا خیر، و این حوزه هایی که شما می فکر میکنید چالش برانگیزه در این صنعت و لازمه که توضیح داده بشه یا به سمتش برای حل و فصل مسائلش پیشرفت بشه، خواهش میکنم دکتر. بله خواهش میکنم. بحث تکنولوژی های هوشمند توی صنعت گاو شیری چند سالیه که مطرح شده، حالا در ارتباط با فرهیابی یا موارد مدیریتی. خب پیشرفت‌های خیلی خوبی توی دنیا بوده، از جمله حالا کشور آمریکا به پیشرفت‌های خوبی رسیده و قابل اطمینان، ولی متاسفانه خب ما توی تکنولوژی همیشه کشورمون عقبه و وابسته هستیم. هنوز آنچنان که باید و شاید اجرایی نشده، ولی قطعا یکی از زمینه‌هایی که خیلی جای کار داره در آینده، شاید 5 سال 10 سال دیگه، بحث همین مدیریت هوشمند و تکنولوژی‌های هوشمند هست که من حالا توصیه می‌کنم اگه بینندگان دارن میبینن و توی این زمینه فعالیت دارن، باید بیان با واحدهای گاوداری لینک بشن و این تکنولوژی ها رو وارد گاوداری ها بکنن. بسیار متشکرم. عزیزی پرسیدن که آیا برای فروش جنین به دامداران سنتی هم برنامه‌ای وجود داره در شرکت شما یا خیر؟ بله قطعا برنامه وجود داره، انجام شده قبلا، و خب یکی از مواردی که این جنین میتونه خیلی سودمند باشه و به سرعت نتایج خودش رو در واقع به صورت عملی بتونیم شاهد باشیم، همین دامداری‌های سنتی هستن که از نظر ژنتیکی شاید پتانسیل خوبی رو ندارن و با استفاده کردن از جنین میتونن به سرعت وضع ژنتیک گله خودشون رو دگرگون بکنن. بسیار عالی. دوست دیگری پرسیدن که از میان مکمل های غذایی آیا ماده ای هست که شما بخواید توصیه‌ای داشته باشید برای وارداتش به کشور، و آیا پیشنهاد میکنید که دوستان ورود بکنن برای واردات مکمل های غذایی دام یا خیر؟ ببینین بحث حالا مکمل ها، اگه مکمل ویتامین ه باشه که خب قطعا همیشه دام به اون نیاز داره و همه دامداری ها نیاز دارن. اگه بحث فید ادیتیو باشه واقعا باید روی ادیتیو های دوستان سرمایه گذاری بکنن که نتیجه اون به اثبات رسیده و بازگشت سرمایه داشته باشه برای گاوداری، که خب اون فید ادیتیو هم معدود هستن و خب مشخص. بله اونا رو اگه بتونن از کشورهای معتبر و شرکت‌های معتبر وارد بکنن قطعا همیشه جای خودش رو خواهد داشت. خب من سوال این دوستان رو اصلاح هم بکنم، ایشون فرمودن که در حوزه تولیدش چی، آیا اگر که تولید بشه انجام داد شما توصیه می‌کنید که ایشون وارد تولید مکمل غذایی بشن، امکانش هست یا خیلی؟ ببینین هر مکملی که تولید بشه و نتایج تحقیقاتی این ویترو و این ویوو داشته باشه میتونه توی گاوداری ها بیاد، و مطمئن باشین اگر محصولی تولید بشه و بر عملکرد دام ها تاثیرگذار باشه قطعا گاوداری از اون اقتصاد استفاده میکنن، چون گاوداری یک بنگاه اقتصادیه. اگر مصرف هر ماده‌ای براشون نفع اقتصادی داشته باشه قطعا از اون استفاده میکنن. بسیار عالی. دوستی هم پرسیدن که مقایسه نژاد سمنتال و جرسی رو زحمت براشون انجام بدید که ببینن تفاوت در چیست. ببین ما عرض کردم سیمنتال و البته این چیزی که ما سیمنتال یه گاو گوشتی امریکا هست، این چیزی که توی کشور ما به عنوان سیمنتال میشناسیم این دام فلکویه هست، مال اروپا هست، در واقع کشور مثل اتریش آلمان این گاو نگهداری میشه. این در واقع سیمنتال امریکاست که خصوصیات شیریش کار کردن، گاو بزرگ جسته یه بحث تولید گوشت داره، بیشتر دو بهره است. تفاوت با نژاد جرسی این گاو ماده خشک بالایی مصرف میکنه، البته خب شیر با کیفیتی داره، ترکیباتش به نسبت جرسی ضعیف‌تر هست، منتها حالا بحث مقایسه اقتصادی هست دیگه. حالا میگم اگه هدف تولید گوشت سیمنتال قطعا قوی تر از جرسی، حالا تلکفی همون سیمنتالی که در واقع غلط مصطلح هست قطعا بهتر از جرسی جواب میده، ولی در مورد جرسی گاوی که داره 21 در 21 برابر وزن بدنش در طول دوره شیردهی شیر تولید میکنه، بسیار دام پربهره از نظر تولید شیر، صفات شیری قطعا فلکویه نمیتونه با جرسی رقابت کنه. بسیار عالی. آقای دکتر صادقی، اون کشورهایی که در زمینه دام پروری و این حوزه فعالیت شرکت شما در دنیا برتر هستند رو اگر میشه لطفا نام ببرید برای دوستان و یه مقایسه بفرمایید که ما چقدر راه داریم تا به اونجا برسیم. ببینید خب کشورهای مثل آمریکای شمالی، کشورهای اروپایی، اینا نسبتاً از نظر صنعت گاوشیری جلو هستن، پیشتاز هستن،
فاصله ما خب شاید زیاد باشه در نگاه اول، ولی در واقع با ریز شدن توی مسائل نوآوری‌هایی که بوده توی این صنعت، آنچنان شاید دست نیافتنی نباشه رسیدن به جایگاه اونها. خب باید اقلیم رو در نظر گرفت، امکانات متفاوتی که وجود داره رو سنجید و مقایسه کرد. وقتی که این مقایسه بی‌طرف انجام بشه و با در نظر گرفتن انصاف، شاید واقعا خیلی عقب نباشیم از نظر دانش فنی که وجود داره. یه مقداری از نظر تجهیزات و امکانات عقب هستیم که اون به نظر من خب قابل دستیابی هست، زیاد چیز غیر قابل تصور نیست. عزیزی براشون یه سوالی پیش اومده بود که کشور دانمارک رو مثال زده بود، هم گفتن در یک مستندی خب این مراکز تولید شیر و دامپروری کشور دانمارک رو مشاهده میکردن یا نیوزلند، و یه تعداد پرسنل خیلی کمی مثلا در حد 3 نفر 4 نفر در این مزارع خاص در حال کار کردن و آماده سازی هستن و محصولاتشون رو صادر میکنن. میگفتن که تفاوت این در واقع صنعت به اون شکلی که داره در اونجا انجام میشه و اینجا در چیه که ما این همه نیرو این همه سرمایه به کار میبریم و حالا شاید به قول شما راهی داشته باشیم تا به اونجا برسیم، ولی اونها با 3 نفر 4 نفر در حال پیاده سازی یک فارم یا یک مزرعه در حوزه هستن. خب ببینید، شاید یکیش قدمت این فعالیت باشه. اونها مثلا فارمای کلی بیشتر شما فرمودید دانمارک، کشور اروپایی، اینا بیشتر فارمای خانوادگی هستن، نسل در نسل دارن این کار رو انجام میدن. یه خانواده میان مشغول میشن توی یک حوزه شروع به فعالیت میکنن، مراتع دم دستشون هست، از تکنیک های حالا کمکی که وجود داره استفاده میکنن. آی دکتر گفتن سیستم های فهلیابی هوشمند، سیستم های شیردوش هوشمند، و خب از اون طرف در کنار کارشون حمایت های دولت رو هم دارن، سوبسیدایی که دولت بهشون میده و اجازه نمیده زمانی که تنش های سنگینی به صنعتشون وارد میشه اینا نابود بشن در واقع. خب شاید یه مقدار اگه حمایت های دولتی باشه، یه مقداری سرمایه گذاری روی هوشمندسازی، روی ارتقای سطح دانش عمومی، ما الان توی دامداری صنعتی خیلی خوب داره کار میشه توی کشورمون و این فاصله بیشتر برمیگرده به دامداری های سنتی. حالا همون دامداری سنتی روستایی توی دانمارک با دامداری سنتی توی کشور ما قطعا فاصله شون خیلی بیشتر هست زمانی که این مقایسه بین دوتا مزرعه صنعتی صورت میگیره. بسیار عالی. البته فراموش هم نکنیم که جمعیت دانمارک اگه فکر کنم خیلی کمتر از ما هست. دقیقاً. اما حالا آمار دقیق رو نمیدونیم، ولی حالا بین 75 تا 85 میلیون جمعیت رو اگر تخمین بزنیم، قطعاً تامین نیاز غذایی همچین جمعیتی متفاوت هست به کشور ده میلیون نفر. عزیز دیگری پرسیدن که منابع غذایی دام رو از کجا تامین می‌کنین؟ آیا برنامه‌ای برای تامین علوفه در زمستان دارید یا با کشاورزان خود استان در حال همکاری هستید یا خیر، و پیش بینیتون برای تامین علوفه در زمستان فصول سرد چی؟ ببینیم، گاوداری های صنعتی در حد کش و دامداری فکا خب از سیلاج ذرت استفاده میکنن، علوفه ای که توی ساختمان سیلو سیلو میشه توی همچین فصلی از یکی دو ماه قبل، و خب پیش بینی ها میشه و سیلوها پر میشه و نگرانی برای تامین علوفه نیست. از اون ور یونجه و کاه هم خب خریداری میشه، بعد مشکلی ندارن از این. من فکر می‌کنم دوستمون منظورشون این بوده که اگر فرصت همکاری وجود داشته باشه، آیا شرکت فکا آماده همکاری با تامین کنندگان استان هستن یا خیر در همین راستا؟ بله 100%. بسیار از شما مثبت. دوستان پرسیدن که راه های ارتباطتون هم زحمت که یک بار دیگه مطرح بکنید که چطور میتونم شما بزرگ بارم دسترسی داشته باشم و بتونم حالا هم بحث های همکاری رو شما مطرح بکنم و همین که از تجربیات شما استفاده بکنم. سایت شرکت هست، میتونن مراجعه بکنن، آدرس اینستاگرام شرکت هست، سرچ بکنن fk.co.ir سایتمون هست، و همچنین fka.co آدرس اینستاگرامی هست که میتونن ارتباط بگیرن و در خدمتشون هست. بسیار متشکرم آقای دکتر صادقی. اگر به عنوان حسن ختام و سخن پایانی حرفی سخنی هست بفرمایید که با دوستان کرکم خدافظی بکنم. خواهش میکنم، عرض خاصی نیست، خیلی تشکر میکنم از شما. به هر حال حرکتی هست دیده بشه، صنایع ارتباطات بین رشته‌ای شکل بگیره، به این
کمک شما و حرکت خوبی است. خیلی ممنون، تشکر میکنم. ازتون خسته نباشید میگم. خواهش میکنم. ممنون از این فرصتی که فراهم کردین. عرض بکنم که این صنعت واقعا صنعت پویایی هست و خیلی جای کار داره. من همینجا دعوت میکنم هم از فارغ التحصیلان علوم دامی و دامپزشکی و همچنین بچه های کامپیوتر و آیتی که خیلی میتونن حرف گفتن، حرف برای گفتن داشته باشن، به خصوص در سالهای آتی، و این صنعت واقعا جای کار داره و پویا هستش. ممنونم، متشکرم. خواهش میکنم. سپاس از شما. مهمان شفیع، بفرمایید اگر سخنی هست. سلامت باشید. من تشکر میکنم از همه دوستانی که توی این بازدید همراه ما بودن. امیدوارم که مفید بوده باشه. خیلی متشکرم. سپاس از همه مخاطبین عزیزمون که تا این لحظه خسته نشدن و استفاده کردن از سه بزرگوار و مدیر محترم عامل شرکت فکرهمایی مهندس جلیل نژاد. تشکر میکنیم و من در پایان امیدوارم که همگی سلامت باشیم. آرزو سلامتی براتون دارم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. تمام عالم از آن شما باد، من این یک تکه جا را دوست دارم. پاینده و پیروز باشید. خیلی متشکرم.